در تیتر اول امشب، ادامه سفر مقام های ایالات متحده به اوکراین، این بار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کیف قاطعانه کنار شما میستیم. همزمان زلنسکی گفت 23 هزار سرباز روس در جنگ کشته شدند. جزئیات تازه از طرح 3 عملیات تروریستی سپاه پاسداران با کمک قاشاقچیان، موساد چطور در تهران از عامل سپاه بازجویی کرد؟ آیا جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده؟ تجمع سراسری معلمان و کارگران در ایران و جو امنیتی در شهرها، ضرب و شتم، بازداشت و سرکوب سهم معترضان در روز جهانی کارگر و توقف اعلام قیمت دلار بازار آزاد در صرافی‌ها، چرا حتی سایت‌های اصلی هم نرخ دلار را اعلام نکردند؟ به تیتر اول خوشید. وقت شما بخیر. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار کرد. پلوسی گفت هدف از این سفر ارسال این پیام بود که آمریکا قاطعانه در کنار اوکراین ایستاده و حمایت بیشتری هم در راهه. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد 23 هزار نیروی روسیه از شروع حمله این کشور به اوکراین کشته شدند. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما ابتدا مستقیم می‌ریم به کیف، پایتخت اوکراین، جایی که همکارم بردیا افشین از اونجا با ما همراه میشه. بردیا، پس از وزرای خارجه و دفاع آمریکا، حال رئیس مجلس نمایندگان آمریکا راهی کیف شده، از تو بشنویم که در پایتخت چه می‌گذره. این دیدار بسیار مهمه، نه از اونجایی که سومین فرد قدرتمند آمریکا اینجا بود، نه از اونجایی که تاکیدش بر این بود که همونجور که تو گفتی قاطعانه تا پیروزی و یا بعد از اون هم در کنار مردم اوکراین خواهند ایستاد، نه به خاطر این بود که او گفت درک میکنه، حالا درک بهتری داره از وضعیت اوکراین و تقدیر میکنه از نیروهای مقاومت، و نه اینکه برمیگرد و کنگره رو مجاب میکنه که اون کمک 33 میلیارد دلاری رو سریعتر تصویب بکنن، به خاطر اینکه یادمون باشه هفته پیش اینجا بالاترین دیپلمات روی کره زمین آقای گوترش، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد حضور داشت و روسیه با 2 موشک پایتخت رو هدف قرار داد و این برای این بود که شاید روسیه ثابت کنه که میتونه هر موقع هر جا حتی با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد کیف رو مورد هدف قرار بده. روسیه ای که خودش یکی از بنیانگذاران سازمان ملل متحد و یکی از در واقع اعضای دائم شورای امنیت، بنابراین حضور نانسی پلوسی از این جهت معنا داره که نشون بده که اینجا میتونه امن باشه همچنان و همچنان میتونن چهره های بزرگ سیاسی جهان بیان اینجا و نشون بدن که با وجود اینکه روسیه جنگ لفظی رو در واقع تشدید کرده، اونها همچنان به کمک‌های خودشون ادامه میدن و حتی راه‌های عملی رو برای اون پیدا میکنن. این میتونه بسیار معنیدار باشه. حالا اما خارج از کیف پایتخت، اون سو در لویو ما شاهد این بودیم که انجلینا جولی حضور پیدا کرده، ستاره محبوب هالیوود که یک سفیر صلح سازمان ملل متحد، این هم میتونه بی معنا نباشه، این هم پر معناست. به هر حال خارج از دنیای سیاست هم به نظر میرسه که عرصه هنر و سرگرمی به علیه اوکراین بها میدن و این هم پیامی بود برای اینکه جامعه جهانی همراه هست با اوکراین و با نیروهای مقاومت اوکراینی. اردی افشین، همکارم از کیف، پایتخت اوکراین، ممنونم از تو. از زمان شروع حمله نظامی پوتین به اوکراین، اولیگارش‌های روس با دردسرهای زیادی از جمله تحریم‌های گسترده، توقیف اموال و قایق‌های تفریحی خودشون و حتی احتمال فروش این اموال به نفع اوکراین مواجه شدن. اما این تمام ماجرا نیست. به تازگی شبکه CNN از مرگ مشکوک 6 تاجر و مدیر سرشناس روسی و اعضای خانواده اونها در 3 ماه گذشته خبر داده. قبل از این گزارش هم خبرهایی درباره خودکشی مشکوک اولیگارش‌های روس منتشر شده بود. امید مموریان، روزنامه‌نگار از نیویورک، با ما همراه شده. آقای مموریان، ماجرای پیچیده و یه خورده رازآلودیه درباره اولیگارش‌های روس، اون چه که اتفاق افتاده و این 6 اولیگارش. از شما بشنویم که چه جزئیات بیشتری می‌دونیم و چه سرنوشت احتمالی می‌تونه داشته باشه اینا. این 6 مورد به هر حال به طرز خیلی اسرارآمیزی مدل‌های شبیه به هم هستند. در چند مورد افراد کشته شدن به همراه همسرشون و دخترشون، و از این جهت با توجه به اینکه پوتین و
حکومتش به هر حال در طی سالهای گذشته سابقه کشتن مخالفان سیاسی خودش، سابقه کشتن رقبای خودش رو داشته، از این جهت بسیاری توجه برانگیخته و افراد مشکوک هستند در خصوص اینکه به هر حال چه اتفاقی برای این افراد در این مدت بسیار کوتاه افتاده. از جمله که از این موارد مواردی هستش که یکی از افرادی که به هر حال از مدیران ارشد یک کمپانی نفتی به نام نوواتک به هر حال در بارسلون اسپانیا کشته شده، یعنی خودش و همسرش و دخترش به قتل رسیدن. مقامات محلی و مقامات روسی میگن که این یک خودکشی، یعنی یک قتل بوده، یعنی خشونت در پرونده خشونت خانگی هستش، یعنی پدر خانواده از خانواده خودش رو کشته و خودش هم به هر حال کشته شده. در حالی که پسر این خانواده که در فرانسه بوده زمان این قتل گفته که پدر من انقدر مادرم و خواهرم رو دوست داشته که اساسا امکان نداره که بخواد به اونها صدمه بزنه. بنابراین این مسئله هستش که در به هر حال روسیه اتفاق میفته و با توجه به سابقه که پوتین داره بسیاری مشکوک هستن که این اتفاقات تصادفی نیست، به خصوص اینکه ما میدونیم که بر اساس گزارش‌های دیگه بسیاری از افراد پولدار در روسیه، اولیگارشایی که قبل از پوتین در سرمایه دار شدن پولدار شدن، حداقل 4 نفرشون ترک کردن و بسیاری از اینها به هر حال ناراحت هستن از وضعیتی که براشون وجود اومده در روسیه، به خاطر اینکه پوتین خودش رو در واقع محصول کرده به یک سری افراد امنیتی و یک حلقه بسیار کوچیک داره. این اولیگارشا در واقع نفوذی ندارن روی پوتین، ولی از این جهت میتونیم بسته گزارشی که مثلا واشنگتن پست منتشر کرده و این افراد صحبت کردن با واشنگتن پست با اسم ناشناس، فشاری که روی اینا هست زیاد هست و به نظر من در این خصوص و در خصوص فشاری که به اینا اومده و اتفاقی که براشون خواهد افتاد قطعا رسانه‌های جهانی توجه بیشتری نشون خواهند داد، چون که نشون داد این اتفاقات گفته یک الگوی یک پترنی داره، یک الگویی داره که شبیه به هم هستش. سپاسگزارم از شما امید مماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما همراه بودید. اما مستقیم و زنده بریم به پاریس. تصاویر زنده می‌بینید از مراسم روز جهانی کارگر که در پاریس پایتخت فرانسه در حال برگزاریه. در شهرهای مختلف جهان این روز با تجمعات گسترده کارگران همراه بوده. پاریس هم یکی از شهرهایی که این تجمع به صورت گسترده و پرشور هر سال درش برگزار میشه. ماموران امنیتی رو می‌بینید که در پاریس مستقر شدن. در بسیاری موارد بوده که بین تظاهر کنندگان و پلیس موارد خشونت آمیز هم رخ داده. تصاویر زنده می‌بینید از پاریس. در ادامه برنامه مفصل تر به این روز خواهیم پرداخت. روسیه و اوکراین دو تولید کننده بزرگ گندم، ذرت و روغن آفتابگردان در جهانند. از زمان شروع این جنگ نگرانی‌های بسیاری در مورد بحران غذا، کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به شدت به واردات گندم از این دو کشور وابسته‌اند به وجود آمده، تا جایی که کارشناسان در مورد احتمال وقوع فاجعه انسانی و حتی شورش نان در این مناطق هشدار می‌دهند. مریم منظوری روزنامه‌نگار از تونس با ما همراه میشه. خانم منظوری، از شما بشنویم که در این بیش از دو ماهی که از جنگ اوکراین و روسیه گذشته شما شاهد چه بودید در تونس؟ امروز وضع چیه و چه چشم‌اندازی براش وجود داره؟ همونطور که خودتون اشاره کردین وضع واقعا جالب نیست و کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه در واقع در بین کشورهای مختلف جهان در صدر کشورهایی هستن که ممکنه بیشترین آسیب رو از در واقع جنگ اوکراین دریافت بکنن. لبنان از یک ماه پیش به دنبال راه‌های جایگزین بوده برای واردات گندم، مثلا برنامه‌شون هست در آینده که از آرژانتین، کانادا و حتی آمریکا گندم وارد کنند و با توجه به طولانی شدن این مسیر دریافت گندم و با توجه به افزایش هزینه سوخت در جهان، خب این به معنای گرانتر شدن بهای تمام شده نان هست وقتی که مردم رو در واقع خریداری میکنن از نانوایی ها، و این خودش به معنی افزایش و گسترش فقر هست، اون هم در لبنان، در کشوری که تخمین زده میشه که 80 الی 82 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و در حال حاضر یکی از بحرانهای بزرگ اقتصادی رو در تاریخ خودش داره تجربه میکنه. و در یکی دو سال گذشته ما شاهد این بودیم که مدام مردم به خیابونها میریختن و پس از انفجار بندرگاه بیروت در واقع این کشور اصلا یکی از بزرگترین سیلوی نگهداری گندم رو از دست داد و حتی محل نگهداری گندم برای ذخیره این کالا در آینده رو هم نداره. تونس هم
وضعیت جالبی نداره، خیلی شبیه لبنان هست و اصلا تاریخچه‌ای داره که گره خورده با انقلاب و شورش نان در جریان بهار عرب. اگر یادتون باشه یه عکس خیلی دیده شد، یکی از معترضان یک نان باگت رو مثل یک اسلحه به طرف نیروهای ضد شورش نشانه رفته و در واقع نان اصلا یکی از نمادهای این اعتراضات بود که در واقع منجر به تغییر رژیم شد و به کشورهای دیگه هم سرایت کرد. بنابراین دولت‌ها خیلی نگران هستند در این کشورها و سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده سوبسیدها رو برای گندم و نان حفظ بکنن که در واقع یه طوری بتونن جلوگیری کنن در آینده که در واقع گران شدن نان و نبود نان اصلا منجر بشه به بحران‌های اجتماعی و شورش‌های اجتماعی و در واقع از بین رفتن زیرساخت‌های کشور. و در واقع سعی می‌کنن که این سوبسیدها رو نگه دارن با کمک شرکای بین‌المللی خودشون مثل شورای همکاری خلیج فارس و صندوق بین‌المللی پول یا کشورهای غربی. سپاسگزارم از شما مریم منظوری، روزنامه‌نگار از تونس با ما همراه بودید. در ادامه واکنش‌ها به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور 3 نفر در 3 کشور اروپایی، رسانه‌های اسرائیلی جزئیات تازه‌ای از این طرح منتشر کردند و نوشتند ماموران موساد یک عامل نیروی قدس سپاه رو که در طرح ترورهای برون مرزی نقش داشته شناسایی کردند و در داخل ایران ازش بازجویی کردند. به گفته رسانه‌های اسرائیلی منصور رسولی فردی که عامل نیروی قدس سپاه پاسدارانه و قصد داشته یک طرح ترور 3 گانه رو به اجرا بذاره. گفته شده این فرد عامل یگان 840 نیروی قدسه. واحد 840 یگان ویژه و سری سپاه پاسدارانه که گفته میشه از وظایفش هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خاورمیانه، آفریقا، اروپا، آمریکا و شاید بشه گفت سراسر جهانه. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این فرد اذعان کرده برای تهیه مقدمات این ترورها $150,000 دریافت کرده و بنا بوده پس از انجام ترورها $1,000,000 دیگه هم دریافت کنه. بنا به اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، منصور رسولی قصد داشته ترورها رو در کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه انجام بده. گفته میشه منصور رسولی اذعان کرده که قصد داشته یک دیپلمات اسرائیلی رو در کنسولگری اسرائیل در استانبول، یک ژنرال آمریکایی رو در آلمان و یک روزنامه‌نگار یهودی رو در فرانسه ترور کنه. او در فایل صوتی که ازش منتشر شده از جزئیات بیشتری در مورد اهدافی که براش تعیین شده میگه. 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، یه نفر هم گفتن ژنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن، روی روش موندن که حتما انجام بشه، حتما ترور بشه. اون فرانسوی رو الان هم که مثلا میخوان که انجام بشه این ترورش، همین الان. بنا به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، این عضو نیروی قدس سپاه پاسداران ماموریت داشته از رابطهای خودش در بین قاچاقچیان مواد مخدر برای اجرای این ترورها استفاده کنه. رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از خونساسازی این طرح نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادن و گفتن منصور رسولی در حال حاضر در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر میبره. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، با ما همراه میشه بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای غفوری، چطور میشه که موساد به یک عامل سپاه پاسداران دست پیدا میکنه در تهران؟ یعنی شناساییش میکنه، پیداش میکنه و بازجوییش میکنه و بعد در مسیر قرار میگیره که بازداشت هم میشه؟ بسیار مهمه این مسئله. ببینید، در زمینه که 2 کشور با همدیگه جنگ اطلاعاتی دارند، از اسمش پیداست مهمترین ثروتشون اطلاعات دانسته هاست. یعنی اینکه بدانند که حرکت بعدی سرویس امنیتی طرف مقابلشون چی هست. این که میبینیم معمولاً مأموریت هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میخواد در خارج از کشور انجام بده، پیش از انجام لو میره، این نشون میده که موساد در بالاترین درجه های سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ داره.
این تنها مورد نیست که قبل از اجرای عملیات لو میره. موارد دیگری مانند مسئله اقدام اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا که میخواست بمب‌گذاری بکنه در خاک اروپا، این هم در واقع اسرائیلی ها اطلاعات مربوط به اون رو به سرویس های اروپایی دادند. مسئله ترورهایی که قرار بود در دانمارک صورت بگیره به همین صورت، سال 2018 یک شهروند ایرانی نروژی رو در خاک سوئد گرفتند، الان به 7 سال زندان محکوم شده، داره زندانش رو میکشه، باز هم در ارتباط با اتهامهای تروریستی. اینها همه مرتبط بودند با اطلاعاتی که موساد پیش از اقدام به ترور میداده. این از این نظر میگم بسیار مهمه، چون از نظر امنیتی یک قدم به جلو هستن. مدل انجام عملیات هم از جهاتی جدید است، به خاطر اینکه پیشتر در دهه های اول بعد از جمهوری اسلامی معمولا شهروندان خود جمهوری اسلامی یا اعضای حزب الله، گروه های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی در لبنان میرفتن در خاک اروپا یا جاهای دیگر ترور میکردن. الان مدل عوض شده، میان و باندهای تبهکار کشورهای دیگر رو به استخدام میگیرند، مانند آن چیزی که بر سر کلاهی آمد در باز خاک اروپا، و به این صورت ترور میکنند تا برن پشت قضیه بایستن، خودشون رو از در واقع مزان اتهامهای رسمی دور نگه دارن. ولی مجموعه اینها رو اگر بررسی کنیم در یک کلام، میشه گفت که برتری اطلاعاتی اسرائیل ها نسبت به جمهوری اسلامی تا حدی که بدون چه کسی داره چه اقدامی میکنه واقعا چشمگیر است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، ممنونم از شما. مقام های امنیتی عراق از کشف 6 میلیون قرص روانگردان کاپتاگون در بغداد خبر دادند. عراق همچنین بدون ذکر نام هیچ فرد یا کشوری میگوید یک باند قاچاقچی 10 نفره قرص های کاپتاگون شامل چند شهروند کشورهای همجوار را دستگیر کرده. در سالهای اخیر تولید و قاچاق قرص های کاپتاگون به منبع درآمدی بزرگ برای دولت سوریه و حزب الله لبنان تبدیل شده. یوسف عباس‌زاده در استودیو اینجا همراه من شده تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. یوسف، این قرص های کاپتاگون در ماه های گذشته خیلی خبرساز شدن و گزارش های متعددی از دست داشتن نزدیکان بشار اسد و حزب الله درش منتشر شده. درسته نیوشا، در 5 سال گذشته 20 محموله بزرگ قرص های کاپتاگون در سراسر دنیا کشف و ضبط شده، در بنادر اروپایی، مصر، لیبی، امارات، عربستان و چند کشور حوزه خاورمیانه. در سال 99 شمسی دولت ایتالیا از کشف 14 تن از این قرص‌ها شامل 90 میلیون قرص خبر داد. پلیس ایتالیا اون موقع گفت که این محموله بزرگ متعلق به حزب الله لبنان بوده که از بندر لاذقیه سوریه به سمت اروپا رفته. رسانه های ایران بارها گفتن که بخشی از کنترل بندر لاذقیه سوریه در اختیار ایران هست. سال گذشته نیویورک تایمز و گاردین در گزارش های جداگانه از دست داشتن دولت بشار اسد و حزب الله لبنان پشت قاچاق قرص های کاپتاگون خبر دادند. و خب این قرص به کوکائین فقرا مشهوره، بسیار ارزان هست و تولید اون هم بسیار ساده است. با جاسازی های شرکت های جاسازی به سراسر منطقه و اروپا دارن اینو منتقل میکنن و قاچاق میکنن. حتی مثلا در یک مورد در بار میوه از لبنان به عربستان سعودی واردات میوه لبنان رو حتی قطع کرد. در چند سال گذشته خبرها گزارش ها حاکی است که دولت بشار اسد به کمک این شبکه بزرگ قاچاق و همینطور با همکاری حزب الله لبنان تونسته به منابع مالی سرشاری در سایه تحریم ها دست پیدا کنه، به طوری که الان ناظران در این حوزه میگن که دولت بشار اسد یا دولت سوریه دولت نارکوتیک یا دولت مواد مخدر مشهور هست الان. سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم یوسف عباس‌زاده اینجا در استودیو با من همراه بودیم. تیتر اول یک شنبه 11 اردیبهشت ماه رو تماشا میکنید. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عنوان‌های خبری امروز و اونچه در ادامه می‌بینید. جزئیات تازه از طرح 3 عملیات تروریستی سپاه پاسداران با کمک قاچاقچیان. موساد چطور در تهران از عامل سپاه بازجویی کرد؟ آیا جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده؟ تجمع سراسری معلمان و کارگران در ایران و جو امنیتی در شهرها، ضرب و شتم، بازداشت و سرکوب سهم معترضان در روز جهانی کارگر.
توقف اعلام قیمت دلار بازار آزاد در صرافی ها، چرا حتی سایت های اصلی هم نرخ دلار را اعلام نکردند؟ و در ادامه برنامه با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، با موضوع نمایش مستندی که درباره او ساخته شده گفتگو می‌کنیم و می‌پردازیم به عذرخواهی شرکت سامسونگ بعد از انتقادهای گسترده به ویدیوهای تبلیغاتی جدیدش و همچنین فرزندان ایران به دنیا آمدند. ایران یوز پلنگ ماده پارک ملی در یک سزارین صحرایی سه قلو به دنیا آورد. تیتر اول بتام شد. امروز و همزمان با اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجمعاتی با حضور کارگران و فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد. در روزهای گذشته چندین فعال صنفی کارگری از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید، احضار و یا بازداشت قرار گرفتند. رضا سلمانزاده، فعال کارگری از تهران، با ما همراه میشه. آقای سلمانزاده، از شما بشنویم که فضای کارگری و فضای فعالیت صنفی در این روز کارگری رو شما در این روز جهانی کارگر رو شما چطور توصیف میکنیم و چرا حکومت همچنان به صورت فضاینده به مقابلش با جنبش‌های کارگری ادامه میده؟ با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. امروز اصناف و کارگران اتحاد بیشتری نسبت به سالهای گذشته دارند و متاسفانه با بیشتر شدن اتحاد سندیکاهای کارگری، فشارهای امنیتی روی کارگران و کلیه اصناف، معلمین و اقشار جامعه روز به روز داره بیشتر میشه و امروز هم شاهد فشار بیش از حد روی معلمان و کارگرانی که در جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع میخواستن انجام بدن که متاسفانه با حضور شدید نیروهای امنیتی و واکنش حتی به عبور آبرین جلوی این تجمع رو گرفتن و تعدادی از فعالین کارگری رو با تهدید و ارعاب از مهدن منطقه دور کردن و ما نتونستیم تجمعی داشته باشیم، ولی خوشبختانه این تجمعات رو به جلو هست و امیدوار هستیم که در ماهای آتی تجمعات بهتر و قوی تری رو برگزار بکنیم تا دولت رو پاسخگو کنیم. سپاسگزارم از توضیحاتتون. رضا سلمانزاده، فعال کارگری از تهران، با ما همراه بودید. در روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای جهان تظاهرات و مراسم خاصی با حضور کارگران، احزاب چپ و سندیکاها برگزار میشه. نیلوفر پورابراهیم همکارم از پاریس با ما همراه میشه. نیلوفر، پاریس یکی از شهرهایی که هر سال تجمعات پرشوری رو در روز جهانی کارگر تعریف برگزار میکنن، از تو بشنویم که اونجا چه میگذره امروز. بله، دقیقا یک سنت دیرینه است و با حضور گسترده سندیکاها و اعضای اتحادیه های کارگری و مردم و شهروندان عادی برگزار میشه، ولی این تجمع و تظاهرات و راهپیمایی میتونیم بگیم دو چهره داره. یک چهره که ممکنه بخشش رو پشت سر من هم ببینید، خیلی آروم، در برخی موارد هم رو با جشن و پایکوبی و رقص برگزار میشه، مردمی که از یک نقطه به نقطه دیگه پاریس میرن، و بخش دیگه ای از اون که مثلا مثل همین امروز به خشونت کشیده میشه که بیشتر هم در رسانه ها اتفاقا دیده میشه و بهش پرداخته میشه. همین امروز هم در ابتدای همین راهپیمایی گروهی که از اونها به عنوان آنارشیست ها یا چپ و راست های افراطی و تندرو یا گروهی که معروف هم به بلک بلوکس ها، اونها حاضر شدند به اموال عمومی، ساختمان های دولتی مثل بانک ها یا مثلا دفاتر املاک. در طول این مسیر که ما می اومدیم آسیب رسونده بودن، شیشه های اونها شکسته بودن،
در برخی کوچه ها مسیر رو بسته بودن، آتش سوزی برپا کرده بودن و پلیس در نهایت با اونها درگیر میشه و در برخی موارد هم برای متفرق کردنشون از گاز اشکاور استفاده میکنه. هرچی به ساعت های پایانی روز نزدیکتر میشیم و با خلوتتر شدن فضای راهپیمایی معمولا تعداد این افراد و درگیری ها با پلیس هم بیشتر میشه. شعارها در این دور از تجمعات روز کارگر پاریس خیلی رنگ و بوی سیاسی تری داشت، با توجه به اینکه یک هفته از انتخاب امانوئل مکرون میگذره و خیلی از احزاب سیاسی چپ به خصوص از امروز برای به عنوان کارزار انتخاباتشون استفاده کرده بودن برای انتخابات مجلس فرانسه که به زودی داره برگزار میشه و شعارها و تم صحبتها و هم بیشتر از بحث معیشت، کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، انتقاد از سیاست‌های ماکرون و به خصوص اعتراض به طرح اصلاح بیمه، اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه است که امانوئل مکرون در صدد اجرای اون هست. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس، ممنونم از تو. بر اساس مشاهدات خبرنگاران داخلی، اعلام قیمت دلار بازار آزاد در صرافی‌ها متوقف شده. سایت‌های اصلی اعلام قیمت مثل بن‌بست و نوسان هم امروز قیمت دلار رو اعلام نکردند. اتحادیه طلا و جواهر قیمت دلار رو پایین‌تر از 28000 تومان اعلام کرد. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، با ما همراه میشه. آقای غیبی، اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست، اما این بار دلیلش چیه که قیمت رو اعلام نمی‌کنن؟ در بحث دلار، خب نگاه ساده انگارانه که مسئولان دارن اینه که با اعلام نکردن قیمت دلار آزاد، دلاری که در بازار آزاد مبادله میشه، یک مقداری بتونن از اون جو روانی و افزایش قیمت جلوگیری بکنن. ما در حال حاضر احتمال افزایش شدید قیمت‌ها رو به واسطه مسائل غیر اقتصادی در پیش رو داریم و دولت یا حتی نهادهای نظارتی اقدام به اجرایی کردن مصوبه‌ای کردن که در آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد. بسیاری از صرافی‌ها اون رو اجرا می‌کردن، بسیاری اجرا نمی‌کردن. سایت‌های مختلفی که مرجع قیمت‌گیری دلار بودن همچنان فعال بودن. امروز شاهد بودیم که خب قیمت‌ها در بسیاری از اون سایت‌ها خط تیره درج شد و در صرافی‌ها هم همون قیمت دلار صرافی ملی درج می‌شد که معمولاً 10% کمتر از قیمت بازار آزاد هست، ولی در معاملاتشون اینگونه بود که به نرخ قیمت آزاد خرید و فروش پنهانی می‌کردند. ولی آنچه که در روی تابلو درج شده بود در روز جاری، قیمت‌های دلار صرافی ملی بود که عرض کردم بحث یک چیزی حدود 10% هم پایین‌تر از قیمت دلار آزاد هست. ولی این عدم شفافیتی که داره جاری میشه در حوزه دلار یک طرح شکست خورده است که در حوزه خودرو، در حوزه مسکن قبلا تجربه شده ولی نتیجه مثمر ثمری به دنبال نداشت. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، ممنونم از شما. نادر طالب‌زاده، فیلمساز و مجری تلویزیون و همینطور از بنیانگذاران شبکه افق تلویزیون ایران، روز جمعه در 68 سالگی درگذشت و مراسم تشییع جنازه‌اش هم امروز برگزار شد. نادر طالب‌زاده پسر تیمسار منصور طالب‌زاده اردوبادی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. 16 ساله بود که به آمریکا رفت و به مدت 10 سال در آمریکا موند و در ضمن در رشته سینما تحصیل کرد و بعد به ایران برگشت و در طیف چهره‌های فرهنگی انقلاب قرار گرفت. نادر طالب‌زاده اما بیشتر به خاطر اظهارات جنجالیش در زمین‌های مختلف شناخته میشه. اون یک بار گفته بود در جریان سفرش به عراق چمدونش مصادره شد و چند روز بعد افراد مسلحی چمدان رو در کربلا بهش پس دادن و اون بعد از لمس چمدان در معرض ترور بیولوژیک قرار گرفت. چمدون تو نجف بود. با بقیه به معنی که وارد نجف شدیم چمدونتون گم شد؟ زیارت نه تو هتل، تو اتاق انبار هتل گذاشتیم. بعد 40-50 نفر همه با هم رفتن به کربلا. 6-7 روز بعد تو کربلا ساعت 2:30 شب افراد مسلح اومدن، زنگ زدن بعد اومدن و گفتن چمدون شما دست ماست، اون چمدون شما دست ما، چمدون ما تو نجف تو هتله، اینجا هم توی خونه ایست تو حومه کربلا، دست شما چکار میکنه؟ به محض اینکه برگشتم تهران دیگه دوچار اون تنگی نفس و دیگه از خونه که بیخوابی های مفرط هر شب و
یا مثلا گفته بود عربستان سعودی به دستور آمریکا آب زمزم رو به مواد آرسنیک دار آلوده کرده تا مسلمانان رو به بیماری مبتلا کنه، یا گفته بود کرونا یک ویروس ضد اسلامیه و این ویروس رو اساساً علیه جهان اسلام ساختن تا با شور اسلامی ایران و حس خداجویی و عبادت بشر در حج مبارزه کنن و جلوی عبادت مسلمان‌ها رو بگیرن. این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخی من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی و شور ضد اسلامی که ایران را انداخت. تو اونجا بود که برای اولین بار از دکتر حج و زیارت شنیدم که آب زمزم آلوده است. بله. و توش مطلبی داره که یعنی سم آرسنیک داره. این خانم رو هم احتمالاً میشناسید، کاترین شکتم که مدتی حواشی مربوط به حضورش در ایران و ملاقاتش با مقامات حکومت از جمله مصاحبهش با ابراهیم رئیسی خبرساز شده بود. گفته شد نادر طالب‌زاده یکی از کسانی بوده که کاترین شکتم رو به ایران آورده، اما خودش تکذیب کرده. البته مصاحبهش در مراسم اربعین با شکتم خیلی واکنش به دنبالش. بیاین اینجا و وقتی میرین از اینجا بیرون هم آدم قبلی باشین. This is an invitation of Imam Hussein. You cannot, you know, you leave different. You leave better. دعوتی از امام حسین وقتی که شما میاید بیرون عوض شدین. کسی دیگه است. اما شاید جنجالی ترین اظهار نظر طالب‌زاده رو بشه صحبت‌های او درباره شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین دونست. او گفته بود از این حوادث 10 تای دیگه هم اتفاق بیفته، در مقابل اتفاق اصلی که حمله سپاه به پایگاه آمریکا در عراق بوده هیچه. از این اتفاق 10 تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا این هم مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد آقا میخوره به کوه. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما همراه میشه. آقای مصلح، آقای طالب‌زاده دقیقاً چه طیفی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای رو نمایندگی میکرد؟ سلام عرض میکنم. ببینید آقای طالب‌زاده خیلی چهره مهمیه، نه به دلیل شهرتش بین عامه مردم، بلکه به دلیل نفوذش بین مسئولان فرهنگی از ابتدای انقلاب و فیلمسازان دیگه. مثلا شما احتمالاً موضع‌گیری ببخشید ابراهیم حاتمی کیا رو دیدین، یا مثلا علیرضا داوود نژاد، یعنی از طیف‌های مختلفی در واقع با نادر طالب‌زاده در ارتباط بودن. از طرف دیگه بسیار آدم معتمدی بود نزد مقامات رده بالای جمهوری اسلامی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، که عده‌ای معتقدن اساساً بعضی از این نظریه ها و بدگمانی های رهبر جمهوری اسلامی ناشی از مشورت گرفتن با آقای طالب‌زاده بوده. و بعد ببینید ایشون به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب در تلویزیون بوده، در مرکز آموزش اسلامی فیلمسازی باغ فردوس بوده، در جای مختلف بوده، در جنگ بالکان بوده، میدونید خیلی در واقع آدمیه که ابعاد گوناگونی داشته، یعنی نمیشه از یک زاویه بهش نگاه کرد. هم فیلمساز بود، مستندساز بود، مدیر فرهنگی بود، فعال رسانه بود، مجری تلویزیون بود و مشاور بود. و موزگیریاش رو هم که نمونه هاش رو در همین گزارش شما پخش کردین دیدیم، خیلی حرفای عجیب غریبی میزد. و بعد اینکه اگه بخوایم در یک کلام بگیم، یکی از بزرگترین در واقع افرادی بود که به تئوری توطئه اعتقاد داشت، یعنی از مسموم کردن آب زمزم بگیرید تا مسائل دیگه ایشون، یا همون ترور بیولوژیکی که مدعی شده بود و مثلا پدافند غیر عامل، رئیس پدافند غیر عامل اومده اینو تکذیب کرد. ولی باید توجه کنید که آقای طالب‌زاده در حوزه سینما برای افراد مختلف آدم محترمی به نظر می اومد، و به خاطر اینکه آدمی بود که سواد تئوریک داشت در حوزه سینما. به همین دلیله که بعد از مرگش میبینیم که عده‌ای از آدمهایی که ما خیلی شاید انتظارش رو نداریم در ستایش ایشون صحبت کردن و متنایی منتشر کردن. ولی فکر میکنم میشه ساعتها درباره آقای طالب‌زاده و نظریاتش و تاثیرش حرف زد، و در این یکی دو دقیقه من سعی کردم فقط این کلیتش رو بگم. سپاسگزارم از شما. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما همراه بودید.
اما شرکت سامسونگ بعد از انتقادهای گسترده به ویدئوی تبلیغاتی جدیدش مجبور به عذرخواهی شد. سامسونگ به خاطر انتشار ویدئوی تبلیغاتی جدیدی که در اون یک زن ساعت 2:30 بیدار میشه تا تنها در خیابان‌های شهر شروع به دویدن کنه، عذرخواهی کرده. این ویدئو واکنش‌های زیادی به همراه داشته و بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند که این ویدئوی تبلیغاتی غیر واقعی و حتی مضحکه، چون خیلی از زنان در سراسر جهان موقع قدم زدن و دویدن به تنهایی احساس ناامنی و ترس می‌کنن و حتی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرن، چه برسه به دویدن اونم نصف شب. بعضی هم گفتن که سامسونگ باید در روند تولید ویدئوی تبلیغاتیش از ایده و نظر زنان هم کمک می‌گرفته. همین اعتراضات نهایتاً باعث شد که سامسونگ رسماً عذرخواهی بکنه. اما یک خبر خوش محیط زیست ایران، یوز پلنگ پارک ملی توران سه قلو به دنیا آورد. این سه توله سالم با انجام عمل زایمان سزارین صحرایی به دنیا آمدن و این اولین زایمان یوز آسیایی در اسارت ایران. و فیروز، دو یوز پلنگ ایرانی در سایت تکثیر پارک ملی توران جفتگیری طبیعی داشتن. جواد حیدریان روزنامه‌نگار از تهران با من همراه میشه. آقای حیدریان، بعد از مدت‌ها خبر ناراحت کننده شنیدن از محیط زیست ایران و یوز پلنگان، بالاخره یه خبر خوش منتشر شد، سه توله سالم و زیبا که ایران به دنیا آورد. خبر خیلی مسرت بخشی هست، هم علاوه بر اینکه حوزه محیط زیست خبرهای خیلی تلخی در این ایام داشت، همینطور اخبار خیلی تلخ و بیشتری هم از رسانه شما هم جای دیگه منتشر میشه که واقعا جای خوشحالی پرداختم این موضوع. ولی دیشب در واقع ایران خانم تونسته سه تا توله رو در واقع به دنیا بیاره، البته با کمک دامپزشکان که به شکل سزارین انجام شده. سه تا توله در واقع سالم هستند، ولی من با مدیران پروژه و دوستانی که در سمنان بودن صحبت می‌کردم، جنسیتشون اعلام شده بود که دو تاشون ماده هست و یکیشون نر هست که به طور قطعی هنوز نمیشه گفت اینطوری، اما اگه دو تا توله ماده باشه بسیار اتفاق مهمی هست. من جا داره اشاره بکنم که پروژه تکثیر یوز در اسارت در واقع سالها در ایران، به خاطر اینکه فقط یوز آسیایی تنها در ایران باقی مونده و این فوق‌العاده با اهمیت هست که بشه این گونه رو در واقع هم حفاظت و هم نجات داد برای جهان به خاطر اون ذخیره ژنتیکی با ارزشی که در واقع هست. این پروژه در واقع تو سالهای گذشته شکست خورد. در پارک پردیسان تهران در مرکز سازمان محیط زیست پیشتر کوشکی و دلبر، دو تا یوز پلنگ ایرانی که از جاجرم و خراسان شمالی و همینطور از خارتوران سمنان زندگیری شده بودن، در واقع نتونستن توی اون فضا در تهران بتونن جفتگیری بکنن، به همین خاطر سنشون بالا رفت. اما پروژه رو با جدیت دنبال کردن و به نظر من یکی از موفق ترین پروژه هایی که تا الان داشتیم. انشالله که زنده بمونن و مشکلی هم نداشته باشن. البته میدونم که تا جایی که میدونم اینا از طریق مادرشون هنوز شیر نمیخورن چون سزارین اتفاق افتاده، مادر نتونسته بهشون نزدیک بشه، اما در اتاقی که اونجا تعبیه شده و در اون سایت خیلی با کیفیت ازشون نگهداری میشه، این یک پروژه به نظر میرسه خیلی خوب داره جلو میره و امیدوارم زنده هم بمونن و بتونن نسل یوز پلنگ ایرانی رو و آسیایی رو نجات بدن. ما هم همین آرزو داریم. ممنونم از شما جواد حیدریان، روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه بودید. جشنواره فیلم مستند هات داگز در تورنتو کانادا در حال برگزاریه. در این جشنواره فیلم مستند صدای من باش به کارگردانی ناهید پرسون به نمایش درآمد. مستند بلندی که با کمک فیلم‌های مردم ساخته شده و به فعالیت‌های مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار پرداخته. مستندی که سعی داره صدای اعتراض و مقاومت زنان و مردان ایران رو در سطح گسترده‌تری به گوش جهان برسونه. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر خودش از تورنتو با ما همراه میشه. خانم علی‌نژاد، از شما بشنویم که در اون جشنواره چه داره میگذره، چه واکنش‌هایی رو گرفتین در جشنواره فیلم تورنتو؟ واقعیت اینه که ناهید پرسون مستندساز سوئدی ایرانی هستش که برادر خودش وقتی که 17 سالش بود اعدام شد و او تصمیم میگیره که انتقامش رو از جمهوری اسلامی با فیلم سازی بگیره. روی پرده های سینما الان در تمام کشورهای اروپایی فیلمی از ناهید پرسون روی پرده سینما میره که نشون میده جمهوری اسلامی هیچ فرقی با داعش نداره. در واقع قرار بود که داستان زندگی من باشه، بیاد پشت لپتاپ من و پشت دوربین من وارد ایران بشه. میخواد
می‌خواست از اعتراض زنان به حجاب اجباری فیلم بسازه، ولی مواجه شد با اعتراضات آبان و فیلم‌هایی که مردم عادی گرفتن. می‌خوام بگم در این فستیوال در کانادا همین اتفاق افتاد. روی پرده سینما فیلم‌هایی بارمی که مردم عادی فیلم گرفتن و فریاد می‌زنن علیه یک حکومتی که پاسخشون رو با گلوله میده. خیلی از کسانی که کانادایی که حضور داشتن این سوال رو می‌پرسیدن که پس چرا ما فیلم‌هایی که می‌بینیم از ایران به واقع نشون داده نمیشه که حتی به خاطر حجاب زن ایرانی رو شلاق میزنن؟ یعنی به خاطر اینکه یک زن آواز میخونه، به خاطر اینکه یک زن استودیو میره، به خاطر اینکه یک زن موهاش معلومه حکم شلاق و زندانه؟ و واقعیت اینه که خب تصویری که رو سینماها میره همیشه از کارگردانهایی هست که هیچ وقت از اینکه حکومت ما یک حکومت داعشی هست و کشتار و جنایت میکنه نمیگن. مثل همین الان که شما میبینید در فستیوال ها فیلم های داغ هست که آقای پرویز پرستویی هستن. و اینجا میخوام بگم که یکی از کارگردانان ایرانی که با پرویز پرستویی در سریال آشپز باشی کار کرد، در سریال زیر تیغ کار کرد، نوید میهن دوست هست که در همین مستند در تیتراژ فیلمش تو فستیوال کانادا بالا رفت. نوید به خاطر فیلم سازی، به خاطر اینکه مستند زندگی من تو ایران ساخته بود، یعنی 10 سال پیش به زندان محکوم شد و الانم در نوبت زندانه. بنابراین در این فستیوال تمام تاکید من و کارگردان این بود که اگر کارگردانان، سینماگران ایرانی تصویر حقیقی یک حکومت داعشی رو به جهان نشون ندن، به واقع به هنر خیانت کردن. خانم علی‌نژاد، گفتین که قرار بوده این مستند تصویر زندگی شما باشه، مستند درباره شما باشه، اما بیشتر گویا ویدیوهایی که مردم گفتن. چطور زندگی شخصی شما پیوند خورده با این ویدیو که حالا ساختن مستند هم تقریبا میشه همون ویدیوهایی که شما منتشر میکنید؟ برای اینکه ببینید زندگی شخصی من مثل خیلی از ایرانیان دیگه در خارج کشور گره خورده به هر آنچه که در ایران رخ میده. شما ببینید الان در همین اتفاقی که یک مؤسسه بدنام به اسم کوتپینگ دعوت میکنه از فیلمی که یک عضو سپاه ساخته به اسم حبیب احمدزاده و میگه شما بیاین صلح رو تبلیغ بکنین، ایرانیانی اونجا میرن حضور پیدا میکنن، بخشی از ایرانیان که وقتی ازشون سوال میکنین چرا با آبان حرف نمیزنید، میگن ما سیاسی نیستیم. یا خانم گوهر خیراندیش میگه به قواعد هم دیگه باید احترام بگذاریم. ولی زندگی شخصی من گره خورده به اون بخشی از ایرانیانی که خارج کشور هستن، احساس مسئولیت میکنن، میرن و میخوان به جامعه جهانی بگن که در ایران به جرم اعتراض آدم ها اعدام میشن، آدم ها شلاق میخورن، زندانی میشن. این بخشی از واقعیت ایرانه که هیچکی نمیگه، ولی مردم با فیلم های خودشون میگن. هر کسی بیاد چند روز تو خونه من، تو خونه یه روزنامه‌نگار، تو خونه یک فعالی که احساس مسئولیت میکنه در خارج کشور، کسی که دلش با ایران میتابه زندگی بکنه، میبینه که ما با ویدیوهای مردمی زنده ایم، مردمی که به دیکتاتور نمیگن و الان هم صداشون تو فستیوال‌های کشورهای اروپایی رفته، حالا با کانادا رسیده و از این بابت خوشحالم. برای اینکه کسانی که در خارج کشور آزادی بیان دارن خوبه که این ویدیوها رو ببینن و امتداد صدای مردم ایران باشن. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورنتو، ممنونم از شما. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم، تا فردا همین ساعت و همینجا.